مقایسه قدرت سپاه و ارتش. لطفا قبل از اینکه دیر شوشه حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. امروز اومدم قدرت دو بازوی نظامی اصلی کشور ایران یعنی سپاه و ارتش رو با هم مقایسه کنیم. لطفا تا آخر ویدیو همراه ما باشید تا بررسی کنیم. سال تأسیس ارتش 1300 و سپاه 1158. پرسنل نظامی ارتش حدود 420,000 و سپاه 190,000 تاست. بریم سراغ نیروی زمینی. پرسنل نیروی زمینی سپاه 100,000 نفر و ارتش 350,000 نفر. تعداد تانک‌های ارتش 4,000 و سپاه 850 اراده است. نفربرهای ارتش 3894 و سپاه 1975 تاست. خودروی زرهی ارتش 8500 و سپاه 3578 تاست. توپخانه ارتش 3578 و سپاه 2456 عدده. راکت اندازای ارتش 2473 و سپاه 3895 تاست. بالگرد 150 فروند ارتش و 86 فروند سپاه پاسداران. پهپاد تعداد ارتش نامعلوم ولی تعداد پهپادهای سپاه پاسداران اسلامی 268 است. بودجه 38000 میلیارد ارتش و 92000 میلیارد دلار سپاه پاسداران. بریم سراغ نیروی هوایی. پرسنل 52000 ارتش و 15000 تا سپاه پاسداران. هواگرد 751 تا ارتش و 82 تا سپاه پاسداران. بالگرد 41 ارتش و سپاه 81 عدد. در رتبه بعدی هواپیما 643 تا ارتش و واسه سپاه پاسداران نامشخصه. بریم سراغ نیروی دریایی. تعداد پرسنل نیروی دریایی ارتش 18000 و سپاه 23000 تا. در قسمت دریایی سپاه دست برتر رو داره. این دو بازوی نظامی ایران هر دو در کنار هم قدرتمند میشن. در بررسی صورت گرفته رتبه ایران در ادوار نظامی جهان رتبه 14 جهانی که بدون احتساب سپاه پاسداران ایران حساب میشه. بخش اعظم قدرت نظامی ایران دست سپاه پاسدارانه که مطمئن باشید با اضافه کردن سپاه پاسداران به قدرت ارتش در سایت های جهانی رتبه ایران 10 رقمی خواهد شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون که تا به اینجای کار ما رو همراهی کردید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. در ضمن ممنون میشم اگه اطلاعاتی راجع به سپاه یا ارتش داری که میتونه برای ما و بینندگانمون جذاب باشه حتما توی کامنت ها بگی و ما رو حمایت کنی.